قال ربک، میفرماد نفرمود از قال الله، در قرآن از قال الله یا عیسی ابن مریم تو سوره مائده دو بار تکرار شده. از قال الله نیست، الله معبود نه، از قال ربک. رب چون از موضع ربوبیت، خالق، مالک، راز، مدیر، مدبر، رب عالم، از نام شریف رب استفاده فرموده است، یعنی از موضع اقتدار، مربی، ربوبیت، پروردگار، تربیت. عرض کردن که بعد فرمود رب و کف، عرض کردم که در کمال شیخ صدوق است که حدیث که فرمودن که به رسول خدا فرمود رب و کف، یعنی تو هم خلیفه میخوایی. حالا چرا خلیفه میخواد بشر؟ چون عرض کردم در سلمانه که بعد زاریات و آیات دیگه، یا ایها الناس اعبدوا ربکم، یا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما وقتی میخوایم مخلوق عبد خدا باشه، چجوری ما عبد خدا باشیم؟ چجوری با خالقمون ارتباط برقرار کنیم؟ 8 میلیارد انسان امروز کره زمین، چیزی کم در یا بیشتر که نمیتونن مستقیم با خدا ارتباط برقرار کنن. باید یه خلیفت اللهی ولی اللهی که دو بعدی است. یک بعدش مثل ما، قل انما انا بشر مثل کن، آیه قرآن، آیه سوره کهف. یکیش خلقکم الله انوارا، اهل سنت هم رفتم پیغمبر اکرم فرمود اول ما خلق الله نور. دو بعدی است، از بعد نوریش میتونه با ذات مقدس حق جل جلاله ارتباط برقرار کنه، باش حرف بزنه. کلم الله موسی تکلیما، آیه قرآنه، اوحینا الی جعلهم ائمتا یهدون به امرنا اوحینا الی فعل الخیرا و امثال ذلک. در قرآن کریم فراونه. از این برم سیستم ماست، از سلخ ماست، میتونه با ما مچ بشه، قاطی بشه، حرف بزنه، یعکل یشرب مثل ما. خلیفه باید اینجوری باشه. اگر خلیفه مخلوق باشند و خلیفه نباشه، اونا در معرض تلف قرار میگیرن. یعنی مخلوق یا رو زمین نه خدا میشناسن، نه خدا میفهمن چیست، نه عبودیت میدونن چی چیه، از بین میرن، تلف میشن. خب